تا حالا چیزی در مورد راه آهن خاف به هرات شنیدید؟ از مزایایی که برای افغانستان و ایران داره خبر دارید یا اصلا میدونید به جز افغانستان چه کشورهای دیگه ای رو به ایران متصل میکنه؟ ما اینجاییم که به هر سوالی در این باره جواب بدیم. با سلام خدمت به همه همراهان همیشگی پادکست. امروز میخوایم بهتون نشون بدیم که چطوری رویای احیای جاده ابریشم با احداث این راه آهن ممکن میشه. ارتباط زمینی همیشه به عنوان روشی شناخته میشه که ملت‌ها بتونن از طریق اون مبادلاتی با هم داشته باشن. این مبادلات میتونن هم در زمینه اقتصادی باشن و هم در زمینه فرهنگی. به خاطر همین که این ارتباطاتی توی یه منطقه الزامیه. حالا چه برسه به این که این منطقه حساسی باشه مثل خاورمیانه. همه این نیازها باعث شده که راه آهن خاف به هرات احداث بشه. این راه آهن استانداردیه که خاف در ایران رو به شهر هرات در غرب افغانستان متصل میکنه. خبر جدیدی که بیشتر توجه عموم رو به خودش جلب کرده اینه که این منطقه قرار بخشی از مسیر کریدور شرق به غرب جهان باشه، یعنی کشور چین رو از طریق ازبکستان و افغانستان به ایران و بعد به سمت ترکیه و اروپا متصل کنه. میدونید این مسئله چه معنایی برای ایران داره؟ قبل از اینکه بهتون بگم یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب. این موضوع به این معناست که این مسیر میتونه فرصتی برای ایران و سایر کشورهای منطقه باشه که بتونن خیلی راحت‌تر از همیشه با کشوری مثل چین مبادله اقتصادی داشته باشن. منظور از مبادله راحت اینه که کشورهای غربی نظارتی روی این مسیر ندارن و دیگه مانعی به اسم تحریم وجود نداره. به جز کاهش هزینه ها و مسافت کمتر نسبت به مسیرهای دریایی، مزایای اجتماعی رو هم شامل میشه، چون باعث ایجاد صدها هزار شغل و فرصت اقتصادی برای ایران میشه. طبق اون چیزی که تحلیلگرا پیش بینی کردن، این مسیر ظرفیت حمل 1 میلیون مسافر و حدود 6 میلیون تن کالا رو در سال داره. به نظر شما طبق این برآورد، رفت و آمد این تعداد افراد از این مسیر تا چه حد میتونه برای استانهایی که در این مسیر قرار گرفتن مفید باشه؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون که تا اینجای کار ما رو همراهی کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما پادکست رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشم یادتون نره.